سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمد رضا مکتوبی ام و تو این آموزش تصمیم گرفتم که در ارتباط با نحوه سرچ و جستجوی مقاله های علمی توی پایگاه های داده مختلف باهاتون صحبت کنم. همونطور که میدونید شما برای که هر طرح پژوهشی رو انجام بدید یکی از پایه‌ای ترین و ابتدایی ترین کارهایی که باید انجام بدید این هستش که به مقالات و اسناد علمی که در گذشته توسط پژوهشگرهای دیگه منتشر شدن دسترسی داشته باشید، این مطالعات رو به دقت بخونید و سعی کنید از داده هایی که در این مطالعات منتشر شده استفاده بکنید برای طراحی و جلو بردن پژوهش خودتون. بنابراین به عنوان یک پژوهشگر یکی از مهارت‌های مهمی که باید داشته باشید این هستش که بتونید حالا توی موضوع پژوهشی که می‌خواید فعالیت بکنید سرچ انجام بدید و به مقاله‌های علمی مرتبط با کارتون دسترسی داشته باشید. برای این کار یک سری در واقع وبسایت‌ها و موتورهای جستجو و همچنین یک سری دیتابیس‌ها یا پایگاه‌های داده وجود داره که اومده در واقع مقاله‌ها رو از پژوهشگرهای مختلف جمع‌آوری کرده و منتشر کرده. حالا تعداد این پایگاه‌ها خیلی زیاد هست، اما پایگاه‌هایی که خیلی در واقع معروف هستن و پژوهشگرها خیلی ازشون استفاده می‌کنن، یکی پایگاه داده مدلاین هست که موتور جستجوی پاپ مت رو داره که خیلی از پژوهشگرها ازش استفاده می‌کنن. در واقع وبسایت دیگه گوگل اسکالر هست و در کنارش حالا پایگاه‌های داده وب اف ساینس و اسکوپوس هم خیلی مورد استفاده قرار می‌گیره. من توی این ویدیو تصمیم گرفتم که در مرحله اول این پایگاه‌ها رو بهتون معرفی بکنم، به خصوص دو تا پایگاه اول یعنی مدلاین و گوگل اسکالر رو، و همچنین بهتون مهمترین تکنیک‌ها و در واقع روش‌هایی که باید به کار بگیرید برای اینکه بتونید اون موضوعی که مورد نظرتون هست رو سرچ بکنید و به مقالاتش دسترسی داشته باشید رو بهتون آموزش بدم. نکاتی که تو این ویدیو مطرح میشه خیلی میتونه بهتون کمک بکنه برای اینکه یک در واقع جستجوی هوشمندانه و هدفمند داشته باشید، و این از این بابت مهم هستش که اولا به مقاله های در واقع دسترسی داشته باشید که بیشترین در واقع همراستایی رو با هدف مطالعه خودتون داشته باشه و وقتتون رو تلف نکنید که حالا برید مقالاتی رو بخونید که شاید خیلی مرتبط نباشه با عنوان کاری شما، و دوما در واقع توی زمان شما صرفه‌جویی میکنه از این بابت که زمانی که شما این مهارت رو دارید که درست سرچ بکنید خب خیلی توی در واقع زمان شما هم این صرفه‌جویی ایجاد میشه. این نکته رو هم فراموش نکنید که سرچ کردن صرفا به این دلیل نیست که شما حالا یک سری داده ها رو جمع آوری بکنید و بخواید از این داده ها توی طرح پژوهشی خودتون استفاده بکنید یا در واقع سعی در تکمیل کردن این داده ها داشته باشید. شما در این سرچ کردن و خوندن مقالات مختلف در واقع این دیدگاه رو داشته باشید که میتونید از پژوهش هایی که قبلا انجام شده ایده بگیرید، ببینید که چه نقاط ضعفی داره، چه در واقع نقاط خالی توی این پژوهش ها وجود داره، و سعی کنید که در واقع توی طرحهایی که خودتون می‌نویسید به این نقاط ضعف یا نقاط خالی که توی در واقع پژوهش های قبلی وجود داشته توجه بکنید و سعی کنید طرحهایی رو بنویسید که در راستای تکمیل کردن مطالعات قبلی باشه. طول مدت این ویدیویی که حالا براتون ضبط کردم یه خورده طولانی هست، اما بهتون توصیه میکنم که حتما تا انتهای ویدیو رو مشاهده بکنید. خیلی تکنیک های خوبی رو بهتون آموزش دادم، از نحوه حالا وارد کردن کلید واژه ها، اینکه چطوری اون سرچی که دارید رو نروتر و تخصصی تر بکنید که کاملا با موضوعتون در واقع مرتبط باشه، چطوری در واقع مقالات و مطالعاتی رو انتخاب بکنید که از کیفیت بالاتری برخوردار هست، اصطلاحا ایمپکت فاکتور بالاتری داره یا کوارتایل اسکور بالاتری داره، در چارک های در واقع بهترین مقالات و در ژورنال های چاپ شدن که در چارک های بهتری هستن. یک سری فیلترها رو بهتون آموزش دادم که بهتون کمک میکنه که به مقالات اولا تخصصی تر با هدف در واقع مطالعه پژوهشی خودتون و همچنین با کیفیت تر در واقع دسترسی داشته باشید. حالا توی پایگاه داده در واقع مدلاین و موتور جستجوی پاپ مد خیلی مفصل در ارتباط با این موارد بهتون توضیح دادم، اینکه چطوری میتونید از مش ترم ها استفاده بکنید برای اینکه یک جستجوی کاملتر و جامعتری رو در واقع داشته باشید. همچنین در واقع به نحوه سایتیشن دادن به مقالات مختلف، اینکه چطوری میتونید ارجاع بدید، چطوری یک در واقع مطالعه و مقاله‌ای که میخونید رو ایمپورت بکنید به نرم افزار حالا رفرنس منیجرتون، حالا میتونه مندلی یا اندنوت یا هر نرم افزار دیگه‌ای باشه. و خلاصه کلی نکته خوب توی این در واقع ویدیو به در واقع براتون آماده کردم و بهتون توضیح دادم که خب شاید اگه خودتون بخواید در واقع اینها رو یاد بگیرید باید تایم خیلی زیادی رو بذارید، خودتون تجربه بکنید توی پایگاه‌های داده مختلف، ولی خب من سعی کردم بر اساس حالا اون تجربه‌ای که
خودم دارم این مطالب رو کنار هم دیگه براتون جمع بکنم و بهتون ارائه بدم. در رابطه با حالا با این موضوع، یعنی موضوع در واقع سرچ علمی و پایگاه های داده مختلف، همونطور که میتونید خیلی کارگاه های مختلفی برگزار میشه از اساتید مختلف و شما برای اینکه حالا این مطالب رو یاد بگیرید شاید لازم باشه که توی کارگاه های مختلفی شرکت بکنید، اصول و مبانی سرچ رو یاد بگیرید و حالا دونه دونه با هر کدوم از دیتابیس ها آشنا بشید. ولی من سعی کردم حالا توی این ویدیو همه این مطالب رو به صورت یکجا بهتون ارائه بدم. بنابراین حتما بهتون توصیه میکنم که تا انتهای ویدیو با من همراه باشید، نکات رو به خوبی یاد بگیرید و اگر هم که سوالی دارید حتما توی قسمت کامنت ها سوالتون رو مطرح بکنید. همچنان اگه مشخص باشه از صدام من درگیر سرماخوردگی هستم و یه مقدار صدام گرفته است، اما با همین تفاصیل در واقع این ویدیو رو براتون ضبط کردم. امیدوارم که در واقع نتیجه این در واقع وقتی که گذاشتم و ویدیویی که براتون ضبط کردم مورد توجهتون قرار بگیره و بتونید ازش استفاده بکنید. فراموش نکنید که بچه ها حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک کنید و در واقع ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این کار خیلی کمک میکنه که این ویدیو در اختیار افراد بیشتری قرار بگیره و دانشجوی بیشتری بتونن ازش استفاده بکنن. خب در ادامه ویدیو من اومدم مهمترین نکاتی که توی سرچ در واقع لازم دارید و همچنین پایگاه داده مختلف به خصوص پاپ مد و گوگل اسکالر رو بهتون آموزش دادم، بهتون توصیه میکنم که حتما به ادامه ویدیو توجه کنید. خب با پاپ مد شروع میکنیم. پاپ مد یک موتور جستجو مربوط به پایگاه داده مدلاین هست، همونطور که اینجا شما مشاهده میکنید که توی این موتور جستجو در واقع حدود 35 میلیون یا بهتر بگیم بیشتر از 35 میلیون در واقع رکورد، حالا شامل مقالات علمی و سایر اسناد وجود داره که پژوهشگران از سراسر دنیا از این موتور جستجو استفاده میکنن. در ارتباط با خود دیتابیس مدلاین هم باید در نظر داشته باشید که متعلق به کتابخانه پزشکی ملی آمریکا یا همون National Library of Medicine هستش. ببینید زمانی که شما وارد وبسایت پاپ مد میشید که آدرسش رو اینجا در بالای صفحه مشاهده میکنید و من لینکش رو توی دیسکریپشن ویدیو هم براتون میذارم، با یه همچین صفحه‌ای مواجه میشید. توی این صفحه شما میتونید حالا بسته به اون موضوعی که مد نظرتون هست یک عبارتی رو داخل این در واقع نوار سرچ جستجو بکنید. به عنوان مثال مثلا میتونید کلمه یه کانسر به معنی سرطان رو این قسمت در واقع جستجو بکنید. حالا بر اساس اون جستجوهای پرتکراری که قبلا توی این موتور جستجو انجام شده میبینید که یک سری کلیدواژه ها رو به شما پیشنهاد میده. حالا ما خود همون کانسر رو اگه بخوایم جستجو بکنیم، زمانی که شما در واقع گزینه سرچ رو میزنید به یه همچین صفحه هدایت میشید که میبینید که تعداد بسیار زیادی مقاله توی این صفحه دیده میشه. حدود در واقع 4,700,000 مقاله رو شما میتونید در واقع با کلیدواژه خود کانسر در واقع سرچ بکنید. خب مشخصه که یه همچین کلیدواژه‌ای خیلی کلی هستش و بررسی کردن یه تعداد در واقع عظیمی از مقالات، حالا 4,000,000 برای حالا شمایی که پژوهشگر هستید و میخواید یک موضوعی رو راجبش مطالعه بکنید خیلی در واقع دشوار هستش و این در واقع لازم هستش که شما این مهارت رو داشته باشید که از کلیدواژه‌های اختصاصی تر و همچنین تکنیک‌های سرچ جزئی تر استفاده بکنید که راحت‌تر بتونید به اون چیزی که مد نظرتون از سرچ دسترسی داشته باشید. من این مثال رو صرفاً از این جهت زدم که بهتون بگم که زمانی که حتی یک در واقع کلیدواژه کلی رو مثل سرطان جستجو می‌کنید به شما یه در واقع همچین صفحه‌ای رو میده که پر از در واقع مقالات علمی مختلف هستش. من اینجا میخوام این نکته رو بهتون توضیح بدم که در واقع برای اینکه سرچمون سرچ بهتری باشه ما در واقع لازم هستش که گاهی چند تا کلمه و چند تا کلیدواژه رو با هم دیگه توی نوار جستجو سرچ بکنیم. تصور بکنید که شما میخواید مثلا از پروتئین فیبرین به عنوان داربست برای ارزیابی استخوان‌سازی توی بافت‌ها استفاده بکنید و میخواید ببینید که این دوتا ماده زمانی که با هم دیگه استفاده میشن چه تأثیری توی روند مثلا بازسازی بافت استخوان دارن. زمانی که یه همچین موضوعی توی ذهن شما هست برای جستجو، خب مشخصه که کلیدواژه‌هایی که جستجو میکنید یکیش همون در واقع ماده‌ای هست که میخواید به عنوان داربست ازش استفاده بکنید، یعنی پروتئین فیبرین، و همچنین میخواین در واقع اثر این فیبرین رو روی فرآیند استخوان‌سازی بسنجین. بنابراین میاد در واقع علاوه بر این فیبرین
یک اند میذارید به معنی اینکه علاوه بر حال این کلید واژه، کلید واژه دوم هم توی نتایج سرچ به شما نشون داده بشه. و حال کلید واژه دوم رو به عنوان مثال استئوجنسیس به معنی در واقع استخوان سازی میتونید انتخاب بکنید. زمانی که یه همچین سرچی رو انجام میدید، حالا یه مقداری در واقع سرعت اینترنت ضعیف هست و ممکنه خودی طول بکشه تا نتایج بهمون نشون بده، اما میبینید که زمانی که شما از کلید واژه های تخصصی تر و نروتر استفاده میکنید، تعداد مقالاتی که به شما نشون میده کمتر است. الان 462 تا رکورد رو شما اینجا میتونید ببینید که با این دو تا کلید واژه در واقع پاپ مد به شما پیشنهاد میده. خب زمانی که در واقع این مقالات رو پاپ مد به شما پیشنهاد میده در همچین صفحه، یک سری اطلاعات در ارتباط با خود فضای این موتور جستجو شما باید بلد باشید و بهش توجه بکنید. ببینید زمانی که وارد صفحه پاپ مد میشید، همون ابتدای در واقع صفحه در بالای صفحه یک سری گزینه‌ها رو شما میتونید ببینید. این بالا سمت راست در واقع اون نحوه نمایش دادن ریکورد ها رو به شما نشون میده که در واقع بر چه اساسی مقالات سورت شدن. کالا همونطور که میبینید بر اساس بست مچ هستش. اگر که این گزینه دیسپلی آپشن رو شما انتخاب بکنید، یعنی نحوه نمایش ریکورد ها، یک سری در واقع گزینه ها رو اینجا شما میتونید ببینید. گزینه اول در ارتباط با فرمت هست، یعنی اینکه اون نتایج سرچ به چه فرمتی و در چه قالبی به شما نمایش داده بشه. ببینید الان خب به صورت دیفالت بر روی در واقع گزینه سامری هستش. زمانی که روی گزینه سامری هستش، شما الان میبینید که توی این حالت سامری شما عنوان اون مقاله رو میبینید که در واقع میتونید روش کلیک بکنید و حالا به صفحه مربوط به اون عنوان در واقع ارجاع داده میشید. علاوه بر این در واقع عنوان، در زیر عنوان شما اسامی نویسندگان رو میتونید ببینید و پایین تر از اون اسم اون ژورنالی که اون در واقع مقاله درش چاپ شده رو میتونید ببینید و داخل پرانتز آیف یا ایمپکت فاکتور اون ژورنال و همچنین کوارتایل و اینکه در واقع در چه شارکی هستش رو هم میتونید اینجا مشاهده باده بکنید. شما زمانی که اولین بار وارد در واقع پاپ مد میشید، این گزینه در واقع ایمپکت فاکتور و همچنین کوارتایل برای شما نشون داده نمیشه و برای اینکه این دوتا گزینه رو توی پاپ مد خودتون ببینید، لازم هستش که از کروم وب استور یک اکستنشن روی در واقع مرورگر کروم خودتون نصب بکنید که موقعی که در واقع از موتور جستجوی پاپ مد استفاده میکنید، این دوتا گزینه رو بهتون نشون بده. اگر که نمیدونید این اکستنشن چی هستش، حتما توی کامنت ها بهم بگید که یک ویدیو مجزا راجع به در واقع این اکستنشن و نحوه نصب کردنش روی کرومتون بهتون در واقع توضیح بده. علاوه بر نام ژورنال، شما میتونید در واقع سال انتشار اون در واقع مقاله در اون ژورنال رو هم مشاهده بکنید و همچنین دی او آی یا همون در واقع کد مربوط به اون مقاله رو هم شما میتونید در این قسمت ملاحظه بکنید. در واقع پایین تر توی این قسمت نوع اون مقاله رو هم به شما نشون میده که یا مقاله اوریجینال هست یا ریویو، که این مقاله از نوع مروری یا ریویو هست، و در پایین تر از اون هم در واقع چند خط اول مربوط به ابسترکت یا چگیده اون مقاله رو هم شما میتونید مشاهده بکنید. این مربوط میشه به فرمت سامری که من هم بهتون توصیه میکنم که از همین فرمت سامری استفاده بکنید که در واقع اطلاعات بیشتری از اون در واقع نتایج سرچ رو به شما ارائه بده. ولی خب علاوه بر این فرمت، شما میتونید از فرمت‌های دیگه هم برای سرچتون استفاده بکنید. به عنوان مثال میتونید از این قسمت در واقع گزینه ابسترکت رو انتخاب بکنید یا همون حالت فرمت پیش‌فرض پاپ مد رو انتخاب بکنید که در واقع مقالات رو و ریکورد ها رو بر اون اساس به شما در واقع نشون بده. همچنین در واقع نحوه سورت کردن ریکورد ها رو هم اینجا در واقع میتونید ببینید که حالا خودش به صورت پیش فرض بر روی بست مچ هستش، اما میتونید بر اساس موست ریسنت، یعنی اون مقالاتی که اخیرا توی اون حوزه‌ای که شما سرچ کردید منتشر شده مثلا انتخاب بکنید، بر اساس پابلیکیشن دیت یا تاریخ انتشار، فرست آفر یا نویسنده اول اون در واقع مجله مقاله و همچنین بر اساس اون ژورنال یا مجله‌ای که مقاله درش چاپ شده میتونید اون ریکورد هایی که سرچ کردید رو سورت بکنید. به عنوان مثال انتخاب بکنم، الان برای این دو تا کلید واژه‌ای که سرچ کردم، یعنی فیبرین و استئوجنسیس، میبینید که
میاد مقالات رو بر اساس جدیدترین در واقع نتایجی که منتشر شده برای شما سرچ میکنه. الان میبینید که این مقاله متعلق به در واقع 25 نوامبر 2022 هستش و همینطور که پایین تر میبینید در واقع برید میبینید که مقالات دیگه، مثلا این مقاله در تاریخ 7 دسامبر 2022 و همینطور پایین تر بر اساس تاریخ و اون زمانی که در واقع منتشر شدن مقالات رو برای شما در واقع سورت میکنه. این در واقع اهمیتش از این جنبه هست که گاهی شما میخواید توی یک موضوع مشخص تازه ترین مقالاتی که چاپ شده رو مطالعه بکنید و این خیلی میتونه بهتون کمک بکنه که اون جدیدترین مقالات رو بهش دسترسی داشته باشید. خب من اینو در واقع بر اساس همون بسمچ انتخاب میکنم. حالا شما بر اساس اون هدفی که از سرچتون دارید میتونید این گزینه رو در واقع انتخاب بکنید. توی این گزینه دیسپلی آپشن میتونید در واقع تعداد ریکورد هایی که در هر صفحه از موتور جستجو به شما نمایش داده میشه رو هم انتخاب بکنید که خودش به صورت پیش فرض روی در واقع 10 تا ریکورد هست، ولی شما میتونید مثلا روی 20 تا، 50 تا، 100 تا و حالا بیشتر هم این در واقع تعداد ریکورد ها رو تنظیم بکنید که مشخص بشه در هر صفحه چه تعداد از این مقالات به شما نمایش داده بشه. خب علاوه بر این گزینه ما یک سری در واقع گزینه های دیگه هم داریم. ببینید این بالا یک گزینه خیلی مهم هست تحت عنوان در واقع سنتو. زمانی که شما این در واقع گزینه سنتو رو میزنید، حالا بهتره که قبلش یک عنوان مقاله رو انتخاب کرده باشید، ولی از همینجا هم اگه انتخاب بکنید میتونید نتایجی که در واقع سرچ کردید رو به کلیپ بوردتون و یا به اون در واقع کالکشن یا مجموعه از مقالاتی که از قبل گردآوری کردید و همچنین به اون نرم افزار رفرنس منیجرتون در واقع انتقال بدید که جلوتر راجع به این قضیه هم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خب الان علاوه بر این گزینه هایی که در بالای صفحه شما مشاهده میکنید، در پنل سمت چپ صفحه یک سری گزینه ها برای شما نمایش داده شده. گزینه اول در واقع results by year هستش، یعنی نتایجی که به شما نمایش میده بر اساس سال انتشارشون است. ببینید توی این حوزه‌ای که الان من سرچ کردم، یعنی فیبرین و اوستئوجنسیس، در واقع مقالات از سال 1976 تا همین سال در واقع 2023 نمایش داده شده. حالا مشخصه که با گذر زمان هر چقدر که در واقع جلوتر رفتیم تعداد اسنادی که منتشر شده سیر نسبتاً صعودی رو داشته و شما میتونید تعیین بکنید که مثلا در ارتباط با این دو تا کلید واژه فقط مقالاتی که در بازی زمانی مثلا 2020 یا 2019 تا 2023 منتشر شده رو به شما نشون بده و خود این خیلی کمک میکنه که محدودتر بشه. خب در واقع پایین تر از این قسمت شما در واقع یک گزینه دیگر رو میبینید، یک فیلتر دیگر رو میبینید، Results by Impact Factor رو شما در این قسمت میبینید که این نتایج رو بر اساس Impact Factor بهتون نشون میده که از IF 0 در واقع شروع میشه و به سمت IF های بیشتر در واقع نتایج سورت شده. الان میبینید که در واقع بیشترین IFی که توی این قسمت شما میتونید مشاهده بکنید IF 9 و 3 هم هستش که میتونید در واقع توی این قسمت شما ببینید. حالا شما خودتون میتونید در واقع بر اساس ایمپکت فاکتور هم سورت بکنید که مثلا مقالاتی با چه IFی به شما نمایش داده بشه. مثلا توی بازی IF 8 تا 9 در واقع مقالات رو شما میخواید بخونید. اینم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه و من خودم بهتون توصیه میکنم که حتما از این گزینه استفاده بکنید و خودم موقع سرچ خیلی ازش استفاده میکنم. حالا مقالاتی که شما میخواید توی یک حالا موضوع مشخصی که سرچ میکنید صرفا مقالات با کیفیتی که توی اون حوزه در واقع چاپ شده توی ژورنال های با ایمپکت بالا رو بهش دسترسی داشته باشید و از سایر مقالاتی که حالا از کیفیت پایینتری برخوردار هستن صرف نظر و چشم پوشی بکنید. الان ببینید زمانی که من این فیلتر رو فعال میکنم مقالاتی که به من نشون میده توی صفحه‌ای که در واقع مشخص هست مقالاتی هست از ژورنال های با ایمپکت بالا. الان این ژورنال ایمپکتش 9 تمام هسته، ژورنال بعدی ایمپکتش 8 تا 7 تمام هستش. این خیلی کمک میکنه که به مقالات با کیفیت توی اون حوزه دسترسی داشته باشید. خب شما به راحتی میتونید در واقع این فیلترهایی که اعمال کردید رو به حالت قبلش برگردونید. هم به صورت دستی میتونید این کار رو انجام بدید و هم اگه بیاید در واقع پایین صفحه، حالا این صفحه اجازه بدید که لود بشه، موقعی که میاد پایین صفحه اینجا یه گزینه در واقع ریست اول فیلتر هستش که زمانی که این گزینه ریست فیلترز رو انتخاب میکنید تمام اون فیلترهایی که اعمال کردید برداشته میشه و با همون حالت پیش فرض نتیجه سرچ شما برمیگرد. خب
گزینه دیگه که توی این پنل سمت چپ میتونید مشاهده بکنید JCR کوارتایل هستش. ببینید شما احتمالاً میدونید که مقالاتی که در واقع توی ژورنال‌های مختلف چاپ میشن از کیفیت یکسانی برخوردار نیستن و یک در واقع معیار مهمی برای اعتبار بخشی و سنجش کیفیت ژورنال‌های مختلف وجود داره تحت عنوان در واقع JCR کوارتایل یا همون در واقع نظام چارک بندی. بر این اساس میان انواع ژورنال های مختلف رو در 4 تا کوارتایل یا 4 تا چارک در واقع طبقه بندی میکنن. ژورنال هایی که از بالاترین کیفیت برخوردار هستن توی چارک اول یا Q1 و ژورنال هایی که در مقایسه با بقیه از پایین ترین کیفیت برخوردار هستن توی کوارتایل 4 یا Q4 قرار میگیرن. این رو هم در نظر بگیرید، ژورنال هایی که توی در واقع کوارتایل 4 قرار میگیرن به این معنی نیست که ژورنال های بدی هستن، چون پایین تر هست و یا شاید در واقع تازه شروع به فعالیت کردن و ممکنه که در حالا ادامه فعالیتشون توی سالهای بعد کوارتایلشون بهتر بشه. و این نکته هم در نظر داشته باشید که خیلی از ژورنال ها اصلا توی این در واقع چارک بندی قرار نمیگیرن و اصلا کوارتایلی ندارن. بنابراین اینطوری تصور نکنید که اگر ژورنالی توی کوارتایل 4 هست لزوما ژورنال بی کیفیتی هستش. این صرفا یک در واقع فیلتری هستش که به شما کمک میکنه که به صورت نسبی یک در واقع ارزیابی حدودی رو از کیفیت ژورنال ها داشته باشید. خب همینجا ببینید به صورت پیش‌فرض تمام ژورنال ها در هر 4 تا کوارتایل رو توی صفحه سرچ به شما نشون میده. این رو هم باز اشاره بکنم، زمانی که شما برای اولین بار وارد صفحه پاپ مدتون میشین این گزینه فیلتر رو هم نمیبینید و برای اینکه این گزینه رو هم داشته باشید لازم هست که همون اکستنشنی که بهتون گفتم رو حتما از کروم وب استور روی مرورگرتون نصب بکنید. خب شما میتونید تعیین بکنید که صرفاً به اون ژورنال هایی که مثلا توی کوارتایل اول و دوم هستن به مقالاتشون دسترسی داشته باشید. میبینید که من تیک مربوط به دوازده ژورنال های Q3 و Q4 رو برداشتم و صرفاً ژورنال هایی رو به من نشون میده که Q2 و Q1 هستن. خب پایین تر اگر تو همین پنل سمت چپ ما در واقع بیایم میبینیم که در واقع یک فیلتر دیگه هم وجود داره تحت عنوان Text Availability، یعنی اینکه در واقع چه بخشی از متن اون مقاله در اختیار شما قرار داده بشه. خب شما میتونید گزینه ابستراکت رو انتخاب بکنید، یعنی ابستراکت مقالات رو در واقع به شما نشون بده. میتونید فری فول تکست رو انتخاب بکنید، یعنی مقالاتی که اصطلاحاً اوپن اکسس هستن و میتونید شما متن کامل مقاله رو بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای در اختیار داشته باشید و یا میتونید گزینه فول تکست رو از این قسمت انتخاب بکنید. این نکته رو هم من اینجا بهتون اشاره بکنم که به صورت کلی ژورنال ها به دو دسته تقسیم میشن از لحاظ هزینه‌ای که در واقع بابت چاپ مقاله و یا هزینه‌ای که بابت دسترسی به متن کامل مقاله از حالا مخاطباشون میگیرن، میتونن به دو دسته تقسیم بشن. ما ژورنال ها رو میتونیم به در واقع ژورنال های اوپن اکسس و همچنین پید اکسس تقسیم بندی بکنیم. ببینید ژورنال های اوپن اکسس ژورنال هایی هستن که شما بابت دسترسی به فول تکست یا متن کامل اون مقاله نیاز به پرداخت هزینه ای ندارید و نویسنده هایی که میخوان در واقع مقالاتشون رو تو همچنین ژورنال هایی چاپ بکنن باید موقع سابمیت و در واقع فرآیند چاپ مقاله خودشون این هزینه رو به ژورنال پرداخت بکنن و خب در ازاش هم ژورنال این مقاله رو به صورت رایگان در اختیار در واقع مخاطبانش قرار میده. و حسنش هم این هستش که زمانی که یک در واقع مقاله به صورت رایگان در اختیار همه قرار میگیره، شانس دیده شدن اون مقاله و طبعا سایتیشن خوردن یا ارجاع داده شدن به اون مقاله توسط بقیه. دسته دوم از ژورنال ها در واقع ژورنال های پید اکسس هستن. این ژورنال ها در واقع موقع سابمیت مقاله توسط پژوهشگر هزینه ای رو ازش دریافت نمی کنن و به جای زمانی که مقاله پابلیش شد در واقع برای دسترسی کامل به متن مقاله میان از مخاطبینشون یک هزینه ای رو دریافت می کنن و در ازای دریافت اون هزینه در واقع اجازه دسترسی به متن کامل مقاله رو به خواننده هاشون میدن. و خب حالا شما به عنوان یک پژوهشگر زمانی که میخواید مقالتون رو چاپ بکنید این تصمیم با شما هستش که در واقع توی اون در واقع اینستراکشن یا دستورالعمل هر ژورنالی اومده که این ژورنال در واقع اوپن اکسس هست یا پید اکسس و شما خودتون انتخاب میکنید که هزینه در واقع چاپ مقاله رو خودتون پرداخت بکنید و یا نه این هزینه از خوانندگان مقاله شما گرفته بشه. خب پایین تر در واقع یک سری گزینه های دیگه شما میتونید ببینید که حالا برای که حجم ویدیو هم خیلی زیاد نشه من سعی میکنم که یه مقدار با سرعت بیشتر باید کلینیکال ترایال باشه، متا آنالیز باشه، ریویو یا حالا انواع دیگری از در واقع مطالعات.
همچنین بر اساس پابلیکیشن دیت، این که در چه سالی و یا در چه بازی زمانی اون در واقع ریکورد منتشر شده، هم شما میتونید نتایج سرچتون رو نروتر و محدودتر بکنید که حالا مثلا در بازی یک سال اخیر، پنج سال اخیر یا ده سال اخیر شما میتونید در واقع نتایج سرچتون رو بر این اساس تنظیم بکنید. گزینه دیگه که توی این پنل میتونید مشاهده بکنید در سمت چپ، در واقع گزینه اسپیسیز هستش به معنی نمونه ها. ببینید زمانی که شما دارید در ارتباط با یک موضوعی سرچ میکنید، خب مشخصا میدونید که موتور جستجوی پاپ مد مربوط به کتابخانه ملی پزشکی آمریکا است و مشخصه که در واقع مقالات حوزه مدیسن و پزشکی توی این موتور جستجو منتشر میشه. با این حال در واقع اون نمونه هایی که توی این در واقع حوزه وجود دارن در واقع از گستره خیلی زیادی برخوردار هستن. شما میتونید روی مطالعات انسانی مثلا سرچ انجام بدید و یا نه روی مطالعات حیوانی. حالا اگر این گزینه در واقع additional filter رو انتخاب بکنید، میتونید در واقع بر اساس در واقع این گزینه species گزینه other animal رو انتخاب بکنید و حالا مطالعاتی که روی سایر در واقع حیوانات انجام شده رو هم مطالعات در واقع انتخاب بکنید و مورد مطالعه قرار بدید. خب علاوه بر گزینه اسپیسیز، گزینه لنگویج وجود داره که شما حالا اون زبان مورد مطالعتون رو میتونید اینجا انتخاب بکنید که معمولا همین زبان انگلیسی رو انتخاب میکنن پژوهشگرها، حداقل پژوهشگرای ایرانی، و همچنین میتونید جنسیت در واقع اون نمونه های مورد مطالعتون رو انتخاب بکنید که حالا از جمعیت فیمیل یا میل باشه. سنشون رو میتونید از اینجا در واقع فیلتر بکنید و حالا یک سری در واقع فیلترهای دیگه هم در این قسمت وجود داره. خب اشاره کردم که از این گزینه آخر هم میتونید تمام اون تغییراتی که اعمال کردیم رو به حالت اول و حالت در واقع پیش‌فرض برگردونید. ببینید خب الان شما یک دیدگاه کلی نسبت به سرچ توی پایگاه پاپ مد دارید. حالا تصور بکنید که مثلا این مقاله اول مقاله هستش که در واقع شما عنوانش رو خوندید و میبینید که حالا با اون کلید واژه‌ای که مد نظر خودتون هست توی پژوهش خودتون در واقع مطابقت داره و میخواهید حالا اطلاعات بیشتری راجع به این عنوان داشته باشید. عنوان مقاله توی این موتور جستجو به شکل هایپرلینک هستش و شما اگه روی عنوان کلیک بکنید شما به صفحه هدایت میشید توی خود پاپ مد، همین صفحه که اینجا مشاهده میکنید، که اینجا اطلاعات بیشتری از اون در واقع عنوان سرچ شده شما وجود داره. اولا خب همون ابتدای کار اسم اون ژورنال رو شما میتونید ببینید، ایمپکت فاکتور و کوارتری اطلاعات دیگه که در واقع این بالای عنوان درج میشه. همچنین خود عنوان مقاله رو در این قسمت شما میتونید در واقع مطالعه بکنید. پایین تر از عنوان توی این قسمت نام هر کدوم از نویسندگانی که توی این در واقع مطالعه مشارکت داشتن شما میتونید بر اساس کانتریبیوشن یا میزان مشارکتی که داشتن در واقع ببینید. خب مشخصا به نویسنده اول سینیر آثر گفته میشه. سینیر آثر در واقع به نویسنده اول هر مقاله اطلاق میشه و کسی هستش که اون متن مقاله یا درافت مقاله رو مینویسه و بیشتر مشارکت رو توی درافتینگ یا نوشتن همون در واقع پیشنویس مقاله رو ایفا میکنه. همچنین معمولا نویسنده آخر در واقع کسی هستش که کارسپاند اون کار هستش و کارسپاند کسی هستش که مهمترین وظیفه‌اش استادی دیزاین یا طراحی پژوهش هست و اون ایده اصلی پژوهش در واقع بر عهده همین شخص کارسپاند است. توی خیلی از مقالات شما می‌بینید که نویسنده اول کارسپاند هم هست، یعنی کسی که علاوه اینکه خودش در واقع بیشترین مشارکت رو در درافتینگ مقاله داشته، ایده و اون استادی دیزاین رو هم خودش انجام داده. سایر نویسندگان حالا بر اساس میزان کانتریبیوشنی که دارن به عنوان کوآثر یا نویسنده همکار شناخته میشن و کسایی هستن که تا حالا توی روند انجام مطالعه، حالا آزمایشایی که انجام شده، آنالیزهای آماری و بقیه در واقع کارها به نسبت حالا مشارکتی که داشتن اسامیشون به ترتیب قید میشه. پایین تر از این قسمت شما میتونید در واقع گزینه افیلیشن رو ببینید. افیلیشن به وابستگی سازمانی نویسنده ها اطلاق میشه، اینکه هر کدوم از این پژوهشگرها در واقع از چه ارگانی هستن. حالا میتونه دانشگاه باشه، میتونه مؤسسه تحقیقاتی، بیمارستان یا هر در واقع قسمت دیگه‌ای باشه. ببینید این افیلیشن، این نکته رو در نظر داشته باشید که اینکه افیلیشن شما توی یک پژوهش کدوم سازمان، کدوم دانشگاه هست، تأثیری توی در واقع چاپ شدن یا رد شدن میشه که پژوهشگرهای دیگه‌ای که میان
کار شما رو مطالعه میکنن برای اینکه بتونن با شما بهتر کانکت بشن. در واقع اون افیلیشن شما در اینجا در این قسمت در واقع نمایش داده میشه و همچنین برای اینکه نشون داده بشه اون در واقع طرح تحقیقاتی شما توی چه مؤسسه یا مؤسساتی انجام شده، در واقع انجام شده. شما میتونید که در واقع به عنوان افیلیشن حتی آدرس خونتون رو در واقع قید بکنید و از این نظر خیلی حساسیتی وجود نداره که لزوماً حالا اگر از یک دانشگاه بهتری باشید به این معنی هستش که مقاله شما شانس بیشتری برای چاپ شدن داره. حداقل در مورد ژورنال‌های خارجی این قضیه وجود نداره و صرفاً محتوای مقاله شما هست که معیار در واقع ارزش‌گذاری و تصمیم‌گیری برای چاپ یا عدم چاپ شدن مقاله شما خواهد بود. خب پایین تر هم شما میتونید در واقع دیو آی مقاله رو ببینید. یک کد اختصاصی هستش که به هر حال سند علمی تعلق میگیره و بر این اساس شما میتونید که در واقع به شکل راحت تری توی حالا موتورهای جستجوی مختلف اون مقاله دسترسی داشته باشید. پایین تر شما میتونید در واقع ابسترکت یا در واقع چکیده اون مقاله رو بخونید که معمولا حالا توی یک یا حالا دو پاراگراف هستش. من بهتون توصیه میکنم که زمانی که میخواید در واقع سرچ بکنید اولا خودتون در واقع بدونید که در واقع میخواید راجع به چه چیزی سرچ بکنید و از این بابت میگم که اون کلید واژه هایی که مد نظرتون هست برای سرچ در واقع براتون مشخص باشه و صرفا حالا اینکه یک شمای کلی از یک موضوع داشته باشید کافی نیست برای سرچ کردن. همون مثال کنسری که ابتدای ویدیو براتون زدم، تعداد خیلی زیادی 4 میلیون در واقع ریکورد به شما نشون داد و خب بررسی کردنش قطعا کار سخت و غیر ممکنی هستش. بنابراین اولا کلید واژه هایی که انتخاب میکنید رو قبل از سرچ و توی در واقع اون استراتژی که برای خودتون تعیین کردید مشخص بکنید و بعد حالا بر اساس اون کلید واژه ها بیاید در واقع مقالات رو سرچ بکنید. سرچ شما میتونید در واقع وارد صفحه مربوط به اون عنوان بشید و ابسترکتش رو هم مطالعه بکنید و زمانی که بعد از مطالعه ابسترکت احساس کردید که در واقع این مقاله به درد شما میخوره و نیاز دارید که متن کاملش رو بخونید یا به اطلاعات بیشتری ازش دسترسی داشته باشید، میتونید که در واقع به فول تکستش هم در واقع مراجعه بکنید که حالا روش‌های مختلفی برای دسترسی به فول تکستش وجود داره. حالا همین در واقع پنل سمت راست شما مشاهده بکنید، اینجا یک فول تکست لینک وجود داره مربوط به انتشارات الزویر که اگر حالا روی این گزینه شما کلیک بکنید ارجاع داده میشید به همون در واقع مؤسسه الزویر و اونجا میتونید که به فول تکست مقاله دسترسی داشته باشید. الان در مورد این مقاله خاص یک مقاله در واقع پید اکسس هستش و شما برای که به فول تکستش در واقع دسترسی داشته باشید نیاز هستش که مبلغی رو به عنوان هزینه در واقع دسترسی به متن کامل مقاله پرداخت بکنید. زمانی که شما یک مقاله رو مثلا میخونید یک سری کلید واژه ها خب قطعا سرچ کردید که به اون در واقع عنوان رسیدید، زمانی که ابسترکتش رو میخونید و میبینید که این مقاله خیلی به درد شما میخوره این انتهاش یک سری کلید واژه های دیگه هم به شما پیشنهاد داده شده و این خیلی بهتون کمک میکنه که در ادامه روند در واقع سرچتون از این کلید واژه ها هم بتونید استفاده بکنید و دامنه دسترسی به مقالات رو در واقع برای خودتون افزایش بدید. قسمت خیلی خوب دیگه ای که توی این صفحه به شما نمایش داده میشه similar articles هستش یا مقالات مشابهی که با اون عنوان پژوهشی چاپ شدن. خب گاهن پیش میاد که شما یک در واقع مقاله رو میخونید و میبینید که خیلی همراستا هست با هدف پژوهشی یا هدف مطالعاتی خودتون. خب نیاز دارید که در اون رابطه در واقع مطالعات بیشتری انجام بدید، بیشتر بخونید از نویسنده های دیگه یا حالا از در واقع ژورنال های دیگه و این گزینه در واقع similar article برای این هدف خیلی بهتون کمک میکنه و در نهایت یک گزینه دیگه که در این پایین وجود داره گزینه سایتد بای هستش. این در واقع گزینه نشون میده که این مقاله‌ای که شما سرچ کردید توسط چه مقالات دیگه ای مورد ارجاع قرار گرفته و بهش اصطلاحاً سایتیشن دادن که خب میتونید هم مقالات رو بخونید و هم میتونید از این گزینه سیول سایتیشن سایتد بای در واقع اون تمام مقالاتی که در واقع سایتیشن دادن به اون مقاله‌ای که سرچ کردید رو ببینید. خب این پایین‌تر هم در واقع گزینه‌های دیگه مثل مشترم رو می‌بینید که جلوتر کامل راجبش باهاتون صحبت خواهم کرد. خب برگردیم به صفحه قبلی توی همین در واقع پایگاه پاب مد. با همین تفاصیل به نظر من در واقع و حالا به نظر خیلی از پژوهشگرهای دیگه پاب مد در واقع از نظر اون یوزر فرندلی بودن و ارتباطی که با کاربر برقرار میکنه خیلی جلوتر هست نسبت به در واقع موتورهای جستجو و پایگاه‌های داده دیگه و خب من خودم موقعی که میگم در ارتباط با یک موضوعی سرچ انجام بدم اولین گزینه‌ای که در واقع ازش استفاده میکنم و اولین پایگاهی که ازش استفاده میکنم مدلاین و در واقع موتور جستجوی پاب مد هستش.
خب پایین تر اگر که در واقع بیاین، پاپ مد یک در واقع امکان خیلی خوب رو به شما داده و اونم تحت عنوان در واقع مش هستش. ببینید شما این گزینه این پایین رو در واقع اگه ببینید، گزینه مش رو اگه انتخاب بکنید، شما هدایت میشید به یک صفحه تحت عنوان صفحه در واقع مش. مش ببینید یک کلمه هست، یک ابریویشنی هستش که برگرفته از عبارت Medical Subject Headings هستش. Medical Subject Headings یعنی چی؟ ببینید شما زمانی که در ارتباط با یک موضوعی به صورت کلی سرچ انجام میدید، یک سری موضوعات به عنوان ساب هیدینگ یا زیر مجموعه اون موضوع در نظر گرفته میشه که حالا ممکنه با توجه به اون کلید واژه هایی که شما انتخاب کردید توی نتایج سرچ به شما نشون داده نشه. زمانی که این گزینه مش رو شما از پایگاه در واقع مدلاین و حالا موتور جستجوی پاپ مد انتخاب میکنید، این امکان به شما داده میشه که تمام زیر مجموعه هایی که مرتبط هست با اون کلید واژه اصلی که شما سرچ کردید در اختیار شما قرار بگیره و این خیلی کمک میکنه که شما سرچ کامل تری داشته باشید. حالا من در واقع با یک مثال بهتون نشون میدم که در واقع منظورم چی هستش. تصور بکنید که شما مثلا میخواهید در ارتباط با سرطان سینه یک سرچی رو انجام بدید داخل پاپ مد. خب من اینجا در واقع سرچ میکنم در واقع breast cancer. ببینید زمانی که من در واقع عبارت breast cancer رو سرچ میکنم، اتفاقی که میفته میاد در واقع توی اون مش ترم هایی که به من در واقع پیشنهاد میده عبارت breast neoplasm رو در واقع پیشنهاد میده و این breast neoplasm رو به عنوان یک مش ترم در نظر میگیره. این کنار هر کدوم از این در واقع گزینه هایی که به شما در واقع پیشنهاد داده، یک گزینه برای تیک زدن وجود داره. اگه این باکس رو شما تیک بزنید، مثلا میگید در واقع نتایجی رو به من نشون بده که مرتبط هست با breast neoplasm، یا نتایجی رو در واقع به من نشون بده که مثلا در ارتباط با inflammatory در واقع breast neoplasm باشه. هر کدوم از این گزینه ها رو که شما انتخاب میکنید، از پنل سمت راست یک گزینه وجود داره تحت عنوان add to search build در ارتباط با breast neoplasm و همچنین پروتئین BRCA1 سرچ انجام بدید. خب من این گزینه رو هم انتخاب میکنم و این رو هم در واقع اضافه میکنم به سرچ بیلدر خودم. اینجا هم میبینید که در واقع عملگرهای بولی وجود داره و شما میتونید مثلا انتخاب بکنید که مشتر اول شما که در ارتباط با در واقع breast neoplasm هست با عملگر بولی و وصل بشه به مشتر دوم شما که در ارتباط با پروتئین BRCA1 هستش. حالا میتونید در واقع این عملگرها رو هم تغییر بدید و از or یا not استفاده بکنید. اگه در ارتباط با عملگرهای مختلف هم اطلاعاتی ندارید، حتما توی قسمت کامنت ها بهم بگید که یک ویدیو در ارتباط با استراتژی های سرچ بر اساس این عملگرها بهتون در واقع براتون بسازم و توش بهتون توضیح بدم که چطوری میتونید از این عملگرها برای سرچ هدفمندتر استفاده بکنید. خب به فرض من در واقع از این دوتا مشترم استفاده میکنم و میخوام نتایج سرچم رو بر اساس این دوتا عبارت در واقع کلیدی در واقع کاستومایز بکنم. الان اگه گزینه در واقع سرچ پاپ مد رو من اینجا صفحه‌ای که باز میشه میبینید که در واقع تعداد خیلی مناسبی از مقالات رو به من نشون میده که در واقع میتونم مطمئن باشم که تقریبا تعداد کامل و مجموعه نسبتا جامعی هست از مقالاتی که این دوتا مشترم درشون به کار رفته، مشترم breast neoplasm و همچنین BRCA1 protein. خب هر کدوم از اینها رو شما در واقع میتونید انتخاب بکنید و مشابه اون چیزی که پیشتر بهتون توضیح دادم میتونید در واقع ازشون استفاده بکنید. این نکته رو من اینجا بهتون بگم، زمانی که شما یک مقاله رو میخونید و میبینید که این مقاله مقاله هستش که شما میخواید در کار پژوهشی خودتون ازش استفاده بکنید و بهش ارجاع بدید، خب برای اینکه بخواید به یک در واقع مقاله ارجاع بدید، لازم هستش که در واقع فایل RIS اون در واقع مقاله رو، یعنی فایل سایتیشن یا فایل ارجاع اون مقاله رو به نرم افزار رفرنس منیجر خودتون ایمپورت بکنید و از اونجا زمانی که فایل وارد در واقع نرم افزار در واقع رفرنس منیجر شما شد، از اونجا میتونید در واقع سایتیشن مربوطه رو به فایل مقالتون اکسپورت بکنید. ببینید به عنوان مثال فرضاً شما همین عنوان مقاله اول عنوانی هستش که شما میخواهید توی مقاله خودتون ازش استفاده بکنید و بهش ارجاع بدید. زمانی که عنوان رو انتخاب میکنید و وارد صفحه مربوط به این مقاله میشید، توی همین گزینه های بالای صفحه یک گزینه وجود داره تحت عنوان سنتو. زمانی که این گزینه سنتو رو انتخاب بکنید، شما میتونید در واقع اون نتایج سرچتون رو به کلیپ بورد انتقال بدید و یا میتونید در واقع به نرم افزار سایتیشن منیجرتون انتقال بدید. اگه این گزینه در واقع سایتیشن منیجر رو من انتخاب بکنم، در واقع ازتون سوال میپرسه که در واقع برای اینکه این مقاله میخواید بهش ارجاع بدید، اون فایل سایتیشن رو میخواید دانلود بکنید یا نه. اگه شما گزینه کریت فایل رو بزنید،
همونطور که میبینید اینجا در واقع یک در واقع فایل سایتیشنی مربوط به داخل نرم افزار رفرنس منیجر شما، حالا میتونه مندلی باشه یا نوت باشه یا هر رفرنس منیجری دیگه که ازش استفاده میکنید، این فایل به اونجا در واقع ایمپورت میشه و میتونید موقع در واقع رفرنس دهی ازش استفاده بکنید. اما علاوه بر این در واقع موتور جستجو، پایگاه‌های داده دیگه هم وجود داره که امکان جستجوی مقالات درشون وجود داره، مثل گوگل اسکالر، مثل اسکوپوس، مثل وب آف ساینس و حالا موتورهای جستجوی دیگه. حالا به عنوان مثال من گوگل اسکالر رو همینجا بهتون توضیح میدم. ببینید گوگل اسکالر یک در واقع مجموعه خیلی کاملی از تمام مقالاتی که توی ژورنال‌های مختلف چاپ شده را داخل خودش داره و خب در واقع مقالاتی که ایندکس میشن داخل گوگل اسکالر از مقالات خیلی خوب و با کیفیت بالا تا مقالاتی که حالا کیفیت پایین تری دارن رو شامل میشه و از این جهت هم میتونه نقطه در واقع مثبت و مزیت برای این در واقع موتور جستجو محسوب بشه و هم یک نقطه یتی بهش دسترسی دارید توی گوگل اسکالر و نقطه منفیش هم این هستش که خب باید وقت بیشتری بذارید و خودتون در ارتباط با کیفیت اون سندی که چاپ شده و داخل گوگل اسکالر ایندکس شده باید مطالعه بکنید و خودتون این ارزیابی رو داشته باشید. خب سرچ کردن توی گوگل اسکالر کار خیلی ساده ای هست. توی همین قسمت در واقع نوار جستجویی که داره به عنوان مثال شما میتونید همون عبارت در واقع breast cancer رو در واقع سرچ بکنید، باز میبینید که خودش یک سری در واقع عنوان های جستجو بر اساس حالا اون بیشترین کلید واژه هایی که سرچ شده توسط اشخاص دیگر رو بهتون در واقع توصیه و پیشنهاد میده. ببینید گزینه اول مثلا در ارتباط با breast cancer patients هستش، بیماران مبتلا به سرطان پستان، breast cancer cells و حالا عبارت های دیگه ای که وجود داره. حالا بر اساس اون در واقع هدف سرچی که دارید، به عنوان مثال میتونید برست کنسر سکرینینگ رو انتخاب بکنید و در ارتباط با سکرین کردن بیماران در واقع مقالاتی که چاپ شده رو بهتون نمایش میده. ببینید باز صفحه که در واقع باز میشه شامل عنوان مقاله هستش، در واقع شامل اون ژورنالی که اون در واقع مقاله چاپ شده و همچنین در ارتباط با سال انتشارش و یک حالا چند خط ابتدایی ابسترکتش، در واقع میبینید که در واقع گزینه هایی وجود داره. در پایین یک سری گزینه ها در ارتباط با سیف کردن حالا اون مقاله، سایتیشن دادن بهش. اگه این گزینه مثلا سایت رو مثلا همینجا انتخاب بکنم، البته توصیه نمیکنم که از اینجا گزینه سایت رو انتخاب بکنید، حتما مقاله رو باز بکنید بخونیدش و حالا بعد مطمئن بشید که میخواید به سایت بدید، ولی به هر شکل به عنوان مثال اگر که در واقع گزینه سایتیشن رو اینجا انتخاب بکنید بهتون میگه که در واقع اون فایل سایتیشن در چه قالبی باشه. حالا شما میتونید مثلا در واقع فایل اندنوت رو انتخاب بکنید و حالا با فرمت های مختلفی که وجود داره و این در واقع فایل مربوط به فایل سایتیشن مربوط به این مقاله به نرم افزار در واقع رفرنس منیجرتون از این طریق ایمپورت میشه. همچنین میزان سایتیشن هایی که اون مقاله خورده، الان میبینید که این مقاله مثلا 193 بار توسط پژوهشگرهای دیگه مورد سایتیشن قرار گرفته و همچنین در واقع related articles یا مقالات مرتبط رو شما میتونید از این گزینه بهش دسترسی داشته باشید و همچنین ورژن هایی که وجود داره. توی پنل سمت چپ در واقع شما میتونید که نتایج سرچتون رو مقداری در واقع محدودتر و نروتر بکنید بر اساس اینکه مثلا مقالات از سال 2022-21 یا هر در واقع بازه زمانی که مد نظرتون هست، شما میتونید از این گزینه custom range انتخاب بکنید و توی اون بازه مقالات رو در واقع مورد بررسی قرار بدید. پایین تر در واقع sort by date هستش، بر اساس اون در واقع دیت و تاریخ در واقع پابلیکیشنشون هستش، میتونید در واقع از این گزینه انتخاب بکنید که مثلا اون نوع مقالات شما شامل در واقع ریویو آرتیکل ها باشه یا حالا هر نوع از مقاله مثلا باشه. حالا من اینجا در واقع انتخاب کردم و همچنین در واقع میتونید انتخاب بکنید که شامل در واقع پتنت ها باشه یا در واقع شامل سایتیشن ها باشه. اگه این گزینه اینکلود پتنت رو هم انتخاب بکنید، اختراعاتی که توی اون حوزه انجام شده رو هم به شما نشون میده. حالا به عنوان مثال اگه من همین در واقع عنوان اول رو انتخاب بکنم، زمانی که این عنوان رو انتخاب میکنیم توی گوگل اسکالر ما رو هدایت میکنه به صفحه مربوط به اون ژورنالی که در واقع اون مقاله و اون عنوان درش چاپ شده. که حالا میبینید که اینجا در واقع ژورنال The New England Journal of Medicine بوده، یک در واقع ژورنال انگلیسی و میبینید که توی این ژورنال زمانی که شما میای خب بسته به محیط اون ژورنال
در واقع اطلاعاتی رو در اختیار شما در واقع قرار داده. خب این در واقع یک مقاله پید اکسس هستش و شما لازم هستش که در واقع هزینه ای رو پرداخت بکنید که به فول تکستش دسترسی داشته باشید. همچنین میتونید در واقع سابسکرپشن یا حق عضویت تو این ژورنال رو برای خودتون در واقع بخرید و با این اتفاق تمام مقالاتی که توی این ژورنال چاپ میشه توی حوزه‌ای که خودتون انتخاب میکنید براتون فرستاده میشه و براتون در واقع نوتیفیکیشن میاد. و حالا گزینه‌های دیگه در ارتباط با مثلا author affiliation یا در واقع وابستگی سازمانی اون شخصی که این مقاله رو چاپ کرده و حالا موارد دیگه‌ای که حالا related article و حالا هر ژورنال بسته به اون در واقع سیاستی که داره صفحه در واقع وبسایتش هم تفاوت‌هایی رو با ژورنال‌های دیگه خواهد داشت. خب من سعی کردم که توی این در واقع ویدیو مهمترین نکاتی که در ارتباط با سرچ و جستجوی در واقع اسناد علمی وجود داره به خصوص مقالات رو بهتون آموزش بدم. تایم ویدیو یک مقداری زیاد شد ولی خب ارزش شد داره که شما در واقع وقت بذارید و نحوه سرچ کردن اصولی رو یاد بگیرید. اگه سوالی در ارتباط با نکاتی که توی این ویدیو مطرح شد دارید حتما توی قسمت کامنت ها سوالتون رو مطرح بکنید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب، ویدیو رو لایک و با دوستاتون به اشتراک بذارید. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.